سرخط خبرها. حاصل سالها تلاش تا رسیدن به آزادی، بخشی از بلیط‌های بازی ایران کامبوج به تماشاگران زن فروخته شد. دست کم 36 کشته در 3 روز ناآرامی در عراق. دولت میگوید معترضان حق دارند اما راه حل آنی وجود ندارد. تلاش پاکستان برای از سرگیری گفتگوهای آمریکا و طالبان. گزارش‌های غیررسمی از دیدار خلیلزاد و ملا برادر در اسلام آباد خبر می‌دهد. 1,000,000, 1,200,000, 1,300,000, 1,400,000, 1,500,000, 1,600,000, 1,700,000, 1,800,000, 1,900,000, 2,000,000 pounds. و شامپانزه ها در پارلمان بریتانیا. نقاشی بنکسی بیش از 10 میلیون دلار فروخته شد. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. در ایران برای تماشای بازی تیم ملی فوتبال ایران و کامبوج 4000 بلیط به زنان فروخته شده. این بازی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 6 روز دیگر برگزار می شود. فدراسیون جهانی فوتبال به ایران هشدار داده بود که زنان باید بتوانند بدون محدودیت به تماشای بازی بیایند، وگرنه فوتبال ایران محروم خواهد شد. فرین ناصمی گزارش می دهد. ایران بالاخره درهای استادیوم آزادی را برای زنان باز می کند. از شب گذشته زنان موفق شدند برای بازی ایران و کامبوج بلیط بخرند. خبرگزاری‌ها نوشتند که در فاصله چند دقیقه زنان 4000 بلیط خریدند. با این حال خیلی از فعالان حقوق زنان میگویند سهم کمی از صندلی‌های ورزشگاه به زنان اختصاص داده شده. در مقابل بعضی از زنان از این فرصت استقبال کردند، مثل معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان. زنان مطالبات متعدد و متفاوتی دارند و حضور در ورزشگاه‌ها هم یکی. در جامعه همدل تلاش خودشان و مسئولان در کنار هم پاسخگوی مطالبات خواهد بود. در ایران ما فرصت‌های همدلی فراوان است. خدا را شکر. زنان برای رسیدن به صندلی‌های ورزشگاه آزادی مدت هاست که مبارزه می‌کنند. همه چیز از تلاش‌های خود زنان شروع شد. شاید مهمترین آنها تجمع عده‌ای از فعالان جنبش زنان با روسری سفید در سال 1384 هنگام بازی ایران و بحرین در مقابل ورزشگاه آزادی بود. نخستین حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران در بازی ایران و بحرین در بازی‌های مقدماتی جام 2006 بود. آن زمان محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت هم در ورزشگاه بازی را دید. در آبان 97 عده‌ای از زنان به صورت گزینشی وارد ورزشگاه آزادی شدند و تعداد کمی هم غیر گزینشی توانستند وارد شوند. اما بودند زنانی که با وجود علاقه زیاد از دیدن بازی در ورزشگاه محبوبشان باز ماندند. سوار اتوبوس کردن و گفتن داریم میرویم تو ورزشگاه، نه بردنمون بیرون و الان نه ماشین هست، نه هیچی، نه بازی رو دیدیم، نه رفتیم تو ورزشگاه. در بازی ایران و سوریه هم در شهریور 96 به زنان ایرانی بلیط فروختند، اما زنان سوری وارد شدند. در دربی سال 96 اما چند زن توانستند با چهره مبدل وارد ورزشگاه شوند. این کار هم هزینه زیادی برای زنان داشت. از جمله سحر خدایاری، دختر طرفدار تیم استقلال که به دختر آبی معروف شد و در مقابل ورزشگاه آزادی بازداشت شد و چندی بعد در مقابل دادگاه در تهران خود را به آتش کشید. بعد از درگذشت سحر خدایاری، فشارهای فیفا برای ورود زنان ایرانی به ورزشگاه‌ها شدت گرفت. با احترام اما قویاً و به شیوه مؤثر ما دیگر صبر نمی‌کنیم. می‌خواهیم مطمئن شویم که از بازی بعدی بین‌المللی در ایران که 10 اکتبر برگزار می‌شود، زنان می‌توانند وارد ورزشگاه شوند. این خیلی مهم است و از 40 سال پیش تا حالا اتفاق نیفتاده مگر چند مورد استثنایی. اعتقاد دادیم خود مردم غالبا متدین هست. سخنانی که با واکنش بعضی از مقام‌ها و مراجع تقلید و روحانیون در ایران مواجه شد. از جمله دادستان کل ایران محمد جعفر منتظری گفته فیفا چه کار به ایران دارد که گفته اگر زنان را به ورزشگاه راه ندهد این کشور را از بازی‌های بین‌المللی محروم می‌کنیم. و یا این واکنش. جو حاکم در ورزشگاه‌ها برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که اختلاط جوانان و آزاد بودن آنها سرچشمه مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می‌شود. اضافه بر این در بعضی انواع ورزش مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند. بنابراین لازم است از حضور در این برنامه‌ها خودداری کنند.
با وجود همه مخالفت‌ها به نظر می‌رسد درهای ورزشگاه‌ها به روی زنان علاقه‌مند به فوتبال باز می‌شود، اما تا دقیقه 90 هیچ چیز مشخص نیست. فرین عاصمی، بی بی سی. پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی عضو تحریریه ایران وایر از وین با ماست. آقای یونسیپور، این تصمیمی که ایران گرفته چقدر فشارهای فیفا درش تاثیر داشته؟ اول از هر چیز باید اینو خدمتتون عرض بکنم که این تصمیم اصلا ایران نگرفته و در حقیقت این تصمیمی که از سوی فدراسیون جهانی فوتبال از دو سال پیش به صورت جدی گرفته شده بود، اما خب به هزار و یک دلیل، از جمله اینکه آقای اینفانتینیو در مصاحبه با گاردین هم گفته بودن که ما سعی میکنیم از راه مسالمت آمیز پیش بریم و حتی با آقای روحانی اسفند ماه سال 96 دیدار کردن در وی وی آی پی فرودگاه مهرآباد، پیشرفت و سرانجام به اینجا رسیدش که 12 روز پیش بیانیه ای صادر شد از سوی فدراسیون جهانی فوتبال ساعت 10 شب به وقت سوئیس و اعلام شدش که فدراسیون جهانی فوتبال تصمیم نهایی خودش رو گرفته و روز 10 اکتبر در حقیقت، یعنی بازی ایران و کامبوج، باید بازی افتتاحیه حضور زنان در ایران باشه. موضوع این هستش که 4000 صندلی در یک استادیوم نزدیک به 100000 نفری برای زنان اختصاص داده شده، در حالی که درخواست فیفا حضور مساوی زنان و مردان هست. به نکته بسیار مهمی اشاره کردیم. فدراسیون جهانی فوتبال چند پارامتر رو به صورت اکید روش تأکید داشته. در حقیقت باید گفت یک مورد همینه، گفته میزان بلیت فروشی به میزان تقاضا. ببینید، به نظر میرسه که هم سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و هم وزارت ورزش و هر نهاد حاکمیت دیگه‌ای دارن تلاش میکنن که اینو مهندسی شده پیش ببرن. وزیر ورزش و جوانان پیش از این اعلام کرده بود که ما می‌خوایم 4600 بلیت در اختیار زنان قرار بدیم و 4600 صندلی. بلیت فروشی با تعداد 1500 صندلی شروع شده و الان به 3400 صندلی رسیده. تعداد فقط کسانی که خانوم هایی که اومدن در فضای مجازی توییتر یا اینستاگرام اعلام کردن که ما برای بلیت اقدام میکنیم ولی بسته است، فراتر از این هاست. شاید یه چیزی حدودش 10000 نفر باشه. نهایتا به نظر میرسه که وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال میخواین مهندسی شده پیش ببرن به سمت اینکه نهایتا همون 4600 بلیتو در اختیارشون قرار بدن. مهمترین کاری که خانوم ها الان میتونن بکنن اینه که از اون صفحه ای که برای خرید اقدام میکنن اسکرین بگیرن و این رو در صورتی که ورزشگاه آزادی در روز بازی ایران کامبوج صندلی خالی داشت ازش استفاده بکنم برای ارائه کردن لااقل به ناظرانی که میان، مثل آقای یوری ژورکایف که از سوی فیفا میاد یا فیفا که خودش میخواد به این مسابقه به صورت ویژه نظارت بکنه. فکر میکنید که ادامه فعالیت جنبش‌های مدنی برای زنان چقدر میتونه که برای بهبود این وضعیت حالا کمک بکنه؟ قطعاً کمک خواهد کرد. اگر امروز هم اتفاقی افتاده و بعد از 4 دهه درهای ورزشگاه‌های ایران، تأکید می‌کنم ورزشگاه‌های ایران نه ورزشگاه آزادی، فیفا اعلام کرده این بازی بازی افتتاحیه حضور زنان در ورزشگاه، بعد از اون همه زنان از 10 اکتبر بعد باید حق ورود به تمام ورزشگاه‌های فوتبال ایران رو داشته باشن. اگر این اتفاق افتاده، محصول همین تلاش‌های خانم‌ها و دخترانی در وهله اول که ورزشگاه آزادی رفتن بازداشت شدن، مثل بازی جوبیلوی واتا، مثل بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا، بعضی از اینها رو با ون به بیابون‌های اطراف تهران فرستادن، بعضی‌هاشون به دادسرا خوانده شدن، بعضی‌هاشون با درخواست آقای مهدی تاج بازداشت شدن و همه این اتفاق افتاد و همچنان پافشاری شد تا به اینجا برسه. مسلماً این اتفاق و ادامه این راه میتونه درهای بیشتری رو برای زنان برای ورزشگاه باز. متشکرم از شما. پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی و عضو تحریریه ایران وایر از وین با ما. نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی، تصمیم گرفته دخترش را به بریتانیا بفرستد. گابریلا دختر خانم زاغری 5 ساله شده و در مدت بازداشت او، یعنی حدود 3.5 سال قبل، با خانواده مادرش زندگی کرده است. قرار است گابریلا در بریتانیا به مدرسه برود. نازنین زاغری به جرم جاسوسی در ایران زندانی است. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، گفته خانم زاغری امیدوار است که او هم آزاد شود و به همراه دخترش به بریتانیا برگردد. یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران گفته این کمیسیون در رابطه با اثرات پارازیت بر سلامت مردم جلسه خواهد گذاشت. ابوالفضل سروش گفته کمیسیون بهداشت مجلس جلسه مشترکی با شورای عالی امنیت ملی، وزیر ارتباطات، سازمان محیط زیست وزارت بهداشت، سازمان انرژی اتمی تشکیل خواهد شد. موضوع ارسال پارازیت و تأثیر آن بر سلامت مردم چند سالی است که در ایران بحث انگیز شده. برخی معتقدند پارازیت‌ها بر سلامت مردم تأثیر منفی می‌گذارند.
ایران یک روزنامه‌نگار روس را بازداشت کرده. یولیا یوزیک هنگام ورود به ایران بازداشت شده و گفته شده به جاسوسی برای اسرائیل متهم است. خانم یوزیک چند سال پیش به عنوان خبرنگار در ایران کار می‌کرد و به گفته همسر سابقش که او هم روزنامه‌نگار است، اخیراً با دعوت فردی که نام او فاش نشده به ایران بازگشته بود. سفارت روسیه در تهران گفته آن بازداشت از بازداشت این روزنامه‌نگار مطلع است و موضوع را بررسی می‌کند. همسر سابق یولیا یوزیک گفته گذرنامه او به محض ورود به ایران ضبط شده. در پی انتشار این خبر، روسیه سفیر ایران را به وزارت خارجه احضار کرده. چهارمین روز اعتراض‌ها در عراق تعداد کشته شدگان را به دست کم 36 نفر رساند. معترضان به فشار اقتصادی و فساد گسترده اعتراض دارند. نخست وزیر با معترضان همدردی کرده اما گفته برای مشکلات راه حل جادویی ندارد. آیت الله سیستانی مرجع تقلید پرنفوذ شیعیان هم از خشونت تظاهرکنندگان انتقاد کرده و از دولت خواسته به تقاضای معترضان رسیدگی کند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. در کشوری که روی گسل‌های مذهبی و قومی نشسته، این اعتراض‌های گسترده در عراق فراگیر، غیر قومی و غیر مذهبی است. سخنرانی دیشب نخست وزیر عراق که به معترضان گفت ما در برج عاج ننشسته ایم و مشکلات شما را درک می‌کنیم، تو هم با وعده پول و یارانه کمکی به فرو نشاندن بحران نکرد. ما طرحی را تهیه و آماده ارائه به هیئت وزیران کردیم که به خانواده‌های محتاج یک آیدی ماهانه می‌دهد تا حداقل‌ها را تأمین کند و با کرامت زندگی کند. در حالی که نخست وزیر عراق سخنرانی می‌کرد، صدای گلوله‌های ماموران امنیتی در بغداد تنین انداز بود. حتی صدای سازمان ملل هم از این شدت عمل درآمد. اعتراضات عراق تا کنون ده ها نفر کشته داده و بعید نیست به این زودی ها هم فروکش کنند. مخصوصا که امروز آیت الله سیستانی مرجع پرنفوذ شیعه در عراق از زبان سخنگویش در نماز جمعه از آنچه خواسته های برحق معترضان نامید حمایت کرد و گفت دولت باید به این خواسته ها توجه کند. شعار ما اینه، آدم های فاسد باید برن، ما جوان ها کار میخواییم، پول میخواییم، خسته شدیم. با توجه به عمق نارضایتی عراقی‌ها از سوء مدیریت و فساد در کشورشان، بعید بود آیت الله سیستانی چاره جز حمایت از این خواسته ها می داشت. این تصور که اعتراض ها علیه نفوذ شیعیان است صحیح نیست. مناطق شیعه نشین اتفاقا بیشتر ناآرام هستند. این معترض با بیرق امام حسین به میدان آمده. ولی این برداشت هم صحیح نیست که ایران و نیروهای تحت حمایت ایران اصلا هدف خشم معترضان نیستند. اینجا دفتر حزب الله عراق در نجف است که به تلی از خاکستر مبدل شده. ایران رسما موضعی نگرفته، ولی از محتوای گزارش‌های تلویزیون ایران چنین برمی‌آید که جمهوری اسلامی هرچند اعتراضات در عراق را از اساس رد نمی‌کند، اما عمیقا نگران است که این اعتراضات از کنترل خارج شوند و زمینه نفوذ دیگر بازیگران منطقه را در عراق که حوزه نفوذ ایران است باز کند. در حالی که رسانه‌های همجهت با رژیم سعودی و آمریکا در تلاشند با تصاویر جعلی یا قدیمی به اعتراضات کنونی در عراق سمت و سوی خاص سیاسی بدهند، تصاویر زنده شبکه تصاویر اعتراضات مردمی عراق و حاشیه‌های آن می‌توانست خیلی بیشتر از اینها باشند تا تحلیل دقیق‌تری از چند و چونش به دست دهد. اما دولت عراق اینترنت را قطع کرده. فقط یک بار اینترنت را وصل کرد، آن هم وقتی که نخست وزیر سخنرانی میکرد. بعد اینترنت دوباره قطع شد. سیاوش اردلان، بی بی سی. نگاهی دوباره بیندازیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. در ایران بخشی از بلیط‌های مسابقه فوتبال ایران کامبوج که در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود به زنان فروخته شد. به دنبال کشته شدن 36 نفر در سه روز اعتراضات خشونتبار در چند شهر عراق، عادل عبدالمهدی نخست وزیر گفته راه حل جادویی برای مشکلات وجود ندارد. در ادامه این برنامه، رکورد جدید بنکسی، بیش از 10 میلیون دلار برای شامپانزه ها در پارلمان بریتانیا.
خبرگزاری رویترز از قول مقام‌های پاکستانی گزارش کرده که زلمی خلیلزاد نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان با رهبران طالبان در اسلام‌آباد دیدار کرده. این اولین دیدار بین مقام‌های آمریکایی و طالبان است که حدود یک ماه پس از لغو مذاکرات توسط دونالد ترامپ صورت می‌گیرد. اما بر اساس گزارش رویترز این دیدار به معنای اثرگیری گفتگوها نیست. دولت آمریکا و طالبان هنوز در این باره اظهار نظری نکردند. انتظار خادم تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از کابل به ماست. آقای خادم، این دیدار از چه اهمیتی برخوردار است؟ تشکر. سفر آقای خلیلزاد و رهبران طالبان به پاکستان حاوی سه اهمیت خاص هستند. از لحاظ موضوعی من فکر میکنم که بعد از متوقف کردن پروسه صلح از طرف دونالد ترامپ یک ناامیدی و یأسی در افغانستان و در منطقه ایجاد شده بودند. من فکر میکنم که دیدار مجدد بین خلیلزاد و رهبرای طالبان یک امید بر مردم افغانستان پیدا میکنه. دومی که از لحاظ مکانی ما باید دارم که در اجلاس سازمان ملل متحد آقای جمهور رئیس غنی گفتن که ما با طالب گپ نمیزنیم، با پاکستان گپ میزنیم. هیچ کس هم از نقش تخریبی پاکستان در جنگ افغانستان چشم پوشیده نمیتونه. به مو خاطر مهم است که کشوری که در جنگ افغانستان نقش اساسی داشتن در صلح افغانستان هم نقش اساسی خود داشته باشه. به مو لحاظ ما فکر میکنیم از لحاظ موضوع مکانی هم مهم است. از لحاظ زمانی شما فکر میکنین که حتما در افغانستان انتخابات هم هست و شخصیت آقای خلیلزاد در واشنگتن هم جریحه‌دار شده بودن. به مو خاطر به خاطر اعادی حیثیت، به خاطر مشروعیت پروسه صلح و همچنان اعادی مسئولیت اخلاقی خود در پروسه صلح افغانستان، آقای خلیلزاد هم بسیار کوشا هستند که یک چیز در دست داشته باشه. پس من فکر میکنم که یک سفر بسیار مهم و حیاتی است. چرا پاکستان تلاش داره که این روند از سر گرفته بشه؟ پاکستان خو حتما در دنیا هم منزوی شده، متهم شده و مردم فکر میکنه که پاکستان در جنگ افغانستان در 18 سال گذشته نقش تخریبی داشتن، همکاری بر جنگجویان در افغانستان داشتن. به خاطر پاک کردن وجود خود، به خاطر ثابت ساختنی که در جنگ افغانستان اگر نقش داشتن، علی نقش به خاطر آوردن پروسه صلح هم دارن، به مو خاطر کوشا هستن که حداقل تاریخی سیاه خود که در 18 سال گذشته داشته اونا را پاک بکنن. چقدر واقعا فکر میکنید که محتمل هست که این مذاکرات از سر گرفته بشه با این تلاش ها؟ هیچ انتخاب دیگه وجود ندارد در افغانستان. فقط دو انتخاب است، یک جنگ است، یک صلح. در جنگ شما میتونین که یا غالب شوین و یا هم پروسه صلح آغاز بکنین، حداقل هر دو طرف برنده برنده شوه. اگر میخواین که جنگ در افغانستان 20 سال آینده هم دوام داشته باشه، پس خوب است که ما پروسه صلح آغاز نمیکنیم. به مو خاطر هم طالبا و هم کشورهای منطقه و هم امریکایی ها میفهمن و درک میکنن که دیگه جنگ رای حل نیست، فقط انتخاب صلح است. البته مسائل بسیار مهم هست که ما مکانیزمای اساسی را باید به میان بیاریم. ما باید نقش واضح کشورهای همچه را باید درک بکنیم. حکومت افغانستان باید فقط در حس شک زندگی نکنه. به حیث یک حکومت باید با مکانیزم ها و با اصول ها و با تعریف مشخص به خاطر اهداف پیش بیاید و پروسه صلح آغاز بکنه. متشکرم از شما انتظار خادم، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان از کابل. دادستان جزیره قشم در استان هرمزگان ایران خبر کتک زدن یک مهاجر افغان را تایید کرد، اما خبر درگذشت او را تکذیب. دادستان قشم به ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گفته متهمان شناسایی شدند و پرونده قضایی آنها در حال تکمیل شدن است. سفارت ایران در کابل هم گفته اگر جرمی صورت گرفته باشد از طریق مراجع قضایی پیگیری می شود. در روزهای اخیر ویدیوی دلخراشی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که آثار شکنجه را روی بدن یک جوان مهاجر افغان نشان می‌دهد. ستار سعیدی در این باره بیشتر توضیح داد. ویدیوی دو سه روز پیش پخش شد در شبکه‌های اجتماعی که ابتدا نمی‌شد تایید کرد که آیا چیزی که در مورد ویدیو گفته میشه از نظر خبری قابل اتکا هست یا نه. برای این بعد منتظر واکنش رسمی می بودیم. ویدیو یک جوان رو نشون میده که بر روی زمین افتاده، دست و پاش بسته شده با کابل و کسی که داره فیلم میگیره از جوان نفس نفس زنان و در حالی که عصبانی به نظر میرسه، زخم‌های پشت و شکم جوان به لباس پاره‌پوره شده‌اش رو نشون میده، همونطوری که در تصاویر هم تا حدودی میبینیم، و بعد ازش میخواد که بگو غلط کردم دیگه از این کارا نمیکنم. مشخص است که از یه چیزی عصبانی هست و ظاهرا یه انتقامی چیزی
در جریانه. کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتن این جوان که ازش به عنوان مهاجر 16 ساله افغان نام برده شده به همسر رئیس شورای محلی روستای سلخ در قشم در جزیره قشم متلک یا به قول افغان‌ها پرزه گفته، بعد هم اینجوری داره ازش انتقام میگیره رئیس شورا. این روایت در هیچ کدوم از واکنش‌هایی که داشتیم در خبرگزاری‌ها یا منابع رسمی که گفتن این روایت تایید نشده. البته می‌دونیم که چه کسی این ویدیو رو منتشر کرده. احتمالاً در ویدیو دو نفر فقط هستن، یکی همین جوان که بر روی زمین افتاده که همونطوری گفتم جوان 16 ساله افغان ازش نام برده شده، منابع رسمی هم این رو تایید کردن که مهاجر افغان هست و کسی که داره ازش فیلم میگیره کسی دیگه در اونجا نیست. اول گفته میشد که تصور میشد که خود رئیس شورای محلی سلخ که این شکنجه بهش نسبت داده شده اون ویدیو رو منتشر کرده، اما دادستان قشم گفته که چند نفر ضرب و شتم کردن این جوان رو و علیه اونها پرونده تشکیل شده و پرونده که تکمیل شده احتمالاً مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. وقتی چنین ویدیوهای منتشر میشه معمولاً واکنش ها بهش خیلی زیاد هست. بله، در افغانستان کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن محکوم کردن این رفتار کنوانسیون حقوق کودک رو به مقام های جمهوری اسلامی یادآوری کرده و یادآوری کرده موارد مشابهی که از بدرفتاری با جوانان و نوجوانان افغان و کودکان افغان در ایران مشاهده شده بود و بعد هم به کودکان و نوجوانان مهاجر و خانواده هاشون قول داده که از مجرای رسمی در سطح ملی و بین المللی برای آنها دادخواهی خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان و سفارت افغانستان در تهران هم قول پیگیری از طریق مجرای دیپلماتیک دادن و همچنین سفارت ایران در کابل گفته اگر جرمی رخ داده باشه از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد و هشدار داده که در مورد تبعات انتشار این ویدیوها که ممکنه به روابط دو ملت ضربه بزنه. گفتگویی بود با همکارم ستار سعیدی. مقام‌های آلمان احتمال دادن تنش بین آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر تعرفه‌های تجاری بیشتر شود. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته آمریکا تلاش‌های اتحادیه اروپا را نادیده گرفته و به نظر او آمریکا دنبال افزایش سطح تنش است. وزیر خارجه آلمان گفته اگر آمریکا تعرفه‌های بیشتری بر کالا و خدمات صادراتی اروپا بگذارد اروپا هم باید تلافی کند. مردی با چاقو 4 همکارش را در یک پاسگاه پلیس در پاریس کشته است. خود مهاجم هم که در بخش فنی پاسگاه کار می‌کرده با گلوله پلیس کشته شد. شاهدان داخل ساختمان گفتند که در پی حمله هر کسی به سوی می‌دوید. تحقیقات ادامه دارد و وزیر کشور فرانسه گفته هنوز انگیزه حمله معلوم نیست. در پی اعلام ممنوعیت استفاده از ماسک در تظاهرات ضد دولتی در هنگ کنگ هزاران نفر در اعتراض به این قانون به خیابان آمدند. آنها با پوشیدن ماسک از دیگران هم خواستند برای یه مقابله با دولت ماسک بزنند. بر اساس قانون تنها افرادی که به دلایل بهداشتی یا شغل آنها ایجاب می‌کنند از این قانون مستثنا خواهند بود. معترضان در صورت سرپیچی با مجازات زندان روبرو خواهند شد. محققان فرانسوی گزارش دادند مرد فلجی توانسته دست‌ها و پاهای خود را با استفاده از یک پوشش استخوان‌بندی مصنوعی تکان دهد که با ذهن کنترل می‌شود. البته این حرکات هنوز هماهنگ و عالی نیست و از این دستگاه فعلا تنها می‌توان در آزمایشگاه استفاده کرد. محققان می‌گویند استفاده از این روش در آینده می‌تواند کیفیت زندگی بیماران را بهتر کند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد. پایان 4 سال بی حرکتی، حسی که توصیفش آسان نیست. تیبوی 30 ساله میگوید برداشتن اولین قدم‌ها به او این احساس را داده که انگار اولین کسی است که روی کره ماه قدم می‌گذارد. او 4 سال پیش در یک کلوب شبانه از یک ارتفاع 15 متری سقوط کرد و نخاعش آسیب دید. این باعث شد که دیگر نتواند دست‌ها و پاهایش را تکان بدهد. او تا 2 سال بعد از حادثه در بیمارستان بود. اما 2 سال پیش در طرحی آزمایشی شرکت کرد که توسط مؤسسه کلیناتک و دانشگاه گرنوبل فرانسه به اجرا درآمد. آزمایش روی یک پوشش استخوان‌بندی خارجی که با امواج مغزی کنترل می‌شود. برای استفاده از این دستگاه روی قسمتی از مغز تیبو که حرکات را کنترل می‌کند 2 قطعه خارجی نصب کردند که روی هر کدام 64 الکترود هست. امواج مغزی از طریق این الکترودها به کامپیوتری فرستاده می‌شوند که در آن نزدیکی است. کامپیوتر از طریق نرم افزار پیچیده‌ای که روی آن نصب شده
امواج را می‌خواند و آنها را به صورت دستورات حرکتی به دستگاه منتقل می‌کند. این دستگاه 65 کیلوگرم وزن دارد و کار با آن راحت نیست. تیبو برای حرکت دادن آن اول با شخصیت‌های مجازی و آواتارهای بازی‌های کامپیوتری تمرین کرد. البته این دستگاه به قدر کافی تعادل ندارد و برای کاهش خطر افتادن باید آن را با بند به سقف متصل کرد و این یعنی فعلا فقط می شود از آن در آزمایشگاه استفاده کرد. اما قدم بعدی چیست؟ محققان فعلا از نیمی از الکترودهای تعبیه شده روی مغز تیبو استفاده می کنند و قصد دارند با استفاده از کامپیوترهای قوی تر سرعت خواندن امواج مغزی و تبدیل آنها به دستورات حرکتی را بالا ببرند. آنها در مرحله بعد می خواهند انگشتان تیبو را هم قادر به حرکت کنند. تا رسیدن به نتیجه نهایی راه زیادی باقی است و منتقدان می گویند به خاطر هزینه زیاد این فناوری احتمال در دسترس بودن آن برای عموم بیماران حرکتی کم است. همین حالا هم عده کمی از بیماران قادر به تهیه ویلچر یا وسایل کمکی مخصوص هستند. مهدی بیگی، بی بی سی. یکی از نقاشی‌های بنکسی، نقاش مرموز بریتانیایی، به قیمت بسیار بالایی به فروش رفته. این نقاشی که پارلمان بریتانیا را پر از شامپانزه نشان می‌دهد، در یک حراجی در لندن 10.5 میلیون دلار به فروش رفت. 5 برابر قیمت پیش‌بینی شده. گرت بارلو گزارش می‌دهد. پارلمان بریتانیا، اما نه آنطور که آن را می‌شناسید. جای سیاستمداران تشویق کننده، شامپانزه‌ها نشستند. به جای تشویق و تایید جیغ و داد می‌کنند. این اثر هنری که 10 سال پیش کشیده شده بسیار در خور جهان چند قطبی سیاست کنونی است. این یکی از قدیمی‌ترین دموکراسی‌های جهانه و در اون بازگشت به رفتار قبیله‌ای حیوانی رو می‌بینیم. سوای اینکه کدوم طرف بحث برگزیت قرار گرفتید، در چند وقت اخیر شاهد رفتارهای غیر قابل باوری در پارلمان بریتانیا بودیم. این نقاشی 4 متری بزرگترین اثر بنکسی است و حالا قیمت زیادی هم برایش در نظر گرفته شده. بنکسی در واکنش به قیمتی که فروخته شد گفت حیف که دیگر مالک این اثر نیست. گرت بارلو، بی بی سی نیوز. به این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.